اگر طرفدار اسکاچ ویسکی هستید و دوست دارید بیشتر درباره محصولات جانی واکر بدونید، حتما حتما تا آخر این ویدیو کلیپ همراه من باشید. درود و خیلی خوش اومدید به فرائه. امروز دوباره در خدمتتون هستم با یه ویدیو کلیپ آموزشی دیگه که میخوایم با همدیگه به نقد و بررسی دو مدل از محصولات شرکت جانی واکر، یعنی دو مدل ویسکی رد لیبل و بلک لیبل بپردازیم. اما قبل از اینکه بریم سراغ کار امروز خودمون، میخواستم مثل همیشه ازتون درخواست کنم که اگر تا به حال دکمه سابسکرایب رو نزدید، حتما همین الان وقتشه اون دکمه رو بفشارید و به کانال ما بپیوندید تا با حمایت شما ما بتونیم ویدیو کلیپ های بیشتر و بهتری درست کنیم. با تشکر از همه شما عزیزان. خب در ابتدای کار اول اجازه بدید یه چند تا نکته درباره اسکاچ ویسکی بهتون بگم که اصلا اسکاچ ویسکی به چه معنی هستش. همونطور که معلومه وقتی اسم اسکاچ ویسکی میاد به این معنی هستش که این ویسکی در کشور اسکاتلند تولید شده. اما فقط این کافی نیست برای اینکه یه ویسکی تبدیل بشه به اسکاچ ویسکی و چند تا نکته دیگه هم باید رعایت بشه. اولین نکته ای که یه ویسکی رو تبدیل میکنه به اسکاچ، مثل همین دوتا ویسکی که اینجا من الان دارم، یعنی رد لیبل و بلک لیبلی که از شرکت جانی واکر هستن، این هستش که اینا اولا باید از جو و یا مالت جو درست شده باشن و اجازه ندارن شرکت های سازنده از بقیه غلات مثل ذرت، گندم استفاده کنن برای درست کردن اسکاچ ویسکی. و نکته دوم که باید رعایت کنم برای تولید اسکاچ ویسکی این هستش که یه اسکاچ ویسکی حداقل باید 3 سال زمان آمیزگی رو گذرونده باشه، یعنی 3 سال حداقل این ویسکی تولید شده باید داخل بشگاه بلوط بمونه و آمیزه بشه و بعد از این 3 سال تازه میتونیم به اون ویسکی ما بگیم اسکاچ ویسکی، که این 3 سال حداقل هستش. مثلا اگر یه اسکاچ ویسکی خریدید که روش مثل همین رد لیبلی که من اینجا دارم هیچ زمان آمیزگی ننوشته بود، بدونید که حتما این 3 سال حداقل داخل بشکه آمیزه شده. اما مثل این بلک لیبل همینطور که اینجا میبینید روش 12 سال رو نوشته و مشخصه که 12 سال توی بشکه های بلوط بوده برای طعم‌دار شدن و مزه‌دار شدن. و نکته آخری که در درست کردن اسکاچ ویسکی ها رعایت میشه این هستش که این مدل ویسکی ها حتما باید 40% الکل داشته باشن. پس به طور خلاصه اینطوری میتونم بهتون بگم که اسکاچ ویسکی باید 4 تا خصوصیت داشته باشه: 1 تو اسکاتلند درست شده باشه، 2 حداقل 3 سال آمیزه شده باشه، 3 از جو یا مالت جو درست شده باشه، 4 40% الکل داشته باشه. زمانی که یه ویسکی این 4 تا خصوصیت رو داشت میتونیم بهش بگیم اسکاچ ویسکی. و ویسکی هایی که ما الان روی میز داریم جفتشون اسکاچ هستن و این 4 تا خصوصیت رو دارن. نکته بعدی مشترکی که میتونم بهش اشاره کنم توی این دوتا ویسکی که ما اینجا داریم این هستش که جفتشون اگر نگاه کنید روشون نوشته بلندد ویسکی. و این به چه معنیه؟ بلندد ویسکی به این معنی هستش که یک سری تیستر خیلی حرفه‌ای تو این شرکت‌ها کار می‌کنن که میشینن و از انواع مختلف ویسکی‌ها تست می‌کنن و مزه می‌کنن و اینها رو با هم دیگه قاطی می‌کنن و یه ویسکی مناسب و با طعم خوب به دست میارن. یعنی چی؟ یعنی ویسکی‌هایی که طعمشون بده و قیمت تولیدشون کم بوده با ویسکی‌هایی که طعم خیلی خوبی دارن و قیمت تولیدشون خیلی بالا بوده با هم دیگه مخلوطشون می‌کنن و یه ویسکی با یک طعم مناسب به دست میارن که هم به نفع شرکت هستش و هزینه تولیدشون کاهش پیدا میکنه، همین که مشتری میتونه یه ویسکی خوشطعم و خوشمزه رو داشته باشه و بتونه تهیه کنه. اما به این شکل نیستش که یه بلندد ویسکی حتما یه مزه متوسط یا یه ویسکی متوسط باشه، به این علت که یک سری ویسکی های بلندد پریمیوم هم وجود داره که این ویسکی ها از مخلوط شدن ویسکی های خوشمزه و گرون قیمت درست میشه و این ویسکی های بلندد پریمیوم خیلی از کیفیت بالایی برخوردار هستن و معمولا هم قیمت خیلی زیادی دارن. اما حالا ویسکی هایی که ما اینجا روی میز داریم هر جفتشون همونطور که بهتون گفتم
هم بلندد هستن هم اسکاچ ویسکی هستن و این دو وجه مشترکی هستش که این ویسکی های رد و بلک ما روی میز با هم دیگه دارن. خب در مرحله اول بریم سراغ دنبال نشانه هایی که روی این شیشه های مشروبمون میتونیم پیدا کنیم. از رد لیبل شروع میکنیم. تو نگاه اول واقعیت اینه که وقتی که این شیشه رد لیبل رو با این رنگ زرد ویسکی نگاه میکنی یه حس نوستالژیک به دست میده، اما اینطوری میتونم بهتون بگم که اصلا طرح شیشه خیلی چیز خفن و دلانگیزی نیستش و نمیتونیم تو سطح بالایی قرار بدیم این طراحی شیشه رد لیبل، اما یه حس نوستالژی به آدم دست میده چون میگم یکی از ویسکی های قدیمی هستش و حتما توی فیلم ها دیدید که اینو خیلی میخورن و اون ذهنیتی که پس سر ما هستش خیلی حس خوبی میده وقتی این شیشه رو میبینیم. درباره نشونه هایی که میتونیم دنبالش روی این شیشه ویسکی بگردیم که پیدا کنیم ببینیم آیا این اصل هست چه شکلی تولید شده، واقعیتش اینه که من خیلی دنبال نشونه ها گشتم و خیلی چیز مهمی پیدا نکردم، به این علت که خیلی ساده هستش و دو سه تا برچسب روی این شیشه هستش و اگر نگاه کنید اینا رو خیلی راحت میشه کپی کرد. فقط تنها چیزی که من میتونم حس کنم زیر دستم روی این لیبل اصلی هستش که وقتی دست روی میکشیم یه سری برآمدگی ها روی این شیشه رد لیبل وجود داره. در غیر این صورت هیچ چیز خاصی روی این شیشه پیدا نمی کنیم که بگیم فقط مخصوص این شیشه رد لیبل هستش. خیلی ساده یه برچسب من پشتش داره که اندازه و سایز این ویسکیو و به قول معروف میلی لیتر این ویسکیو نوشته شده روش و میزان کالری و درصد الکلی که داخلش وجود داره که یه برچسب خیلی ساده هستش. کف شیشه رو اگه نگاه کنید یه عددی نوشته به علاوه همون نشان جانی واکر که کف شیشه هک شده و وقتی دست روش میکشی کاملا برجسته هستش و تنها برجستگی هستش که روی شیشه میبینی به غیر از این جانی واکر، آرم جانی واکری که پشت شیشه میشه دیدش. به غیر از این شما هیچ چیز خاص دیگه روی این شیشه نمیبینید به غیر از یه سری شماره سریال که میتونید این گوشه شیشه ببینید و پشت شیشه ببینید که دو سه تا شماره سریال هم هستش که هیچ کدوم از اینا هم شماره‌هاش با هم دیگه یکی نیستش و اصلا من نمیدونم چرا این شماره سریال ها روی شیشه درج شده. پس بنابراین چیز خاصی روی شیشه این رد لیبل نمیتونیم پیدا کنیم. خب توی محله اگه اجازه بدید اول بریم سراغ تست بو و مزه یه رد لیبل، بعدش بریم سراغ بلک لیبل. با رد لیبل شروع میکنم. بذارید دربش رو باز کنم. دربش هم خیلی ساده باز میشه، هیچ قفل و سوپاپی هم روی این درب وجود نداره، اما یه نکته‌ای که میتونم بهش اشاره کنم یه شماره سریال هم این بالا درج شده که چاپی هستش، یعنی وقتی این درب رو وا میکنی روی شیشه این شماره سریال رو هم میبینیم که این شماره سریال هم با هیچ کدوم از شماره سریال های روی شیشه یکسان نیستش و اصلا من نمیدونم چرا این شماره سریال ها روی اینا چاپ شدن. خب اگه اجازه بدید یه خورده بریزم از این ویسکی بریم سراغ تست طعم و مزه که ببینیم به چه صورتی هستش. در مرحله اول اجازه بدید بو کنم ببینم بوی این ویسکی چطور هستش. وقتی این ویسکی رو بو میکنی دقیقا احساس ویسکی بودن رو به دست میده، یعنی اون بوی نوستالژی ویسکی میخوره توی صورتت، یعنی اگر چشمات بسته باشه اینو بهت بدم بو کنی میفهمی که این ویسکی هستش دستته و هیچ مشروب دیگه ای نیستش. در مرحله دوم که بیشتر بو میکنی خیلی خیلی کم احساس دود میکنی، یعنی بوی دود بهت میکنی ولی خیلی خیلی کم هستش و بیشتر از اون چیزی که احساس میکنی بوی رطوبت و بوی خاک رو احساس میکنی. اینطوری میتونم واسهتون توصیف کنم که انگار وارد یک زیرزمین نمداری شدی، دقیقا اون بو رو احساس میکنی، بوی نم و بوی خاک. اما بوی الکل هم کاملا به مشام آدم میخوره ولی بوی الکل همیشگی نیستش. اگه یادتون باشه توی بررسی ودکای ابسولوت تو ویدیو کلیپش بهتون گفتم که زمانی که ابسولوت رو بو می‌کردی کاملا بوی بیمارستان احساس می‌کردی، انقدر بوی الکل واضح بود. اگر اون ویدیو کلیپ رو ندیدید حتما بهتون پیشنهاد می‌کنم ببینیدش، لینکش رو کنار تصویرتون قرار میدم اون ویدیو کلیپ رو هم ببینید. اما بوی الکلی که تو این استشمام می‌کنم یه بوی الکل متفاوتی هستش نسبت به ابسولوت ودکا و یه بوی الکل خیلی خاصی داره.
حالا اگه اجازه بدید مزدش هم بکنم ببینم به چه صورت هستش. سلامتی همتون. اولین مزه که احساس میکنی وقتی این ویسکی رو مینوشی ته مزه شیرینی هستش، به علاوه کاملا مزه جو رو احساس میکنی روی زبونت. و نکته جالب اینه که انقدر چرب هستش این ویسکی که وقتی الان من قورت دادم این ویسکی رو، دیدید زمانی که روغن یه جا میماسه، دقیقا الان انگار روغن تو دهن من روی زبونم ماسیده و چرب شده کاملا توی دهن من. و احساس بعدی که این ویسکی رو زمانی که مینوشی این هستش که همون لحظه اول یه شوک الکلی بهت وارد میکنه، یعنی اون تیزی و تندی الکلی رو همون لحظه اول احساس میکنی، اما خیلی سریع کم میشه این شوک الکلی و سریع مزه از بین میره. و به غیر از این مزه‌ای که بهتون گفتم هیچ مزه دیگه ای رو احساس نمی‌کنی توی رد لیبل و یه خط صافی انگار دنبال می‌کنه مزه رد لیبل و مزه‌های دیگه ای توش پیدا نمیشه کرد. در کل اینطوری میتونم بهتون میگم که این ویسکی یه ویسکی سافتی است به قول انگلیسی‌ها و مزه‌اش به نظر من که لطیف هستش و میتونه نمره قابل قبولی از من بگیره. خب این از ویسکی رد لیبل، بریم سراغ بلک لیبلمون. همینطور که میبینید یه جعبه مشکی خوشگلی داره که من روی این جعبه رو نگاه کردم، چیز خاصی هم روی این جعبه پیدا نمی کنید به غیر از یه دونه شماره سریال که کف جعبه نوشته که این شماره سریال با شماره سریالی که پشت شیشه هستش یکی هستش، یعنی تنها هماهنگی که میشه تو این شماره سریالی که روی این شیشه بود پیدا کرد همین یه دونه بود که من پیدا کردم. الباقی اگر نگاه کنید هیچ چیز خاصی روش وجود نداره، فقط این برجستگی هایی که وقتی احساس میکنید دست میکشید روی این جعبه احساس بهتون میده، یعنی مارک به قول معروف جانی واکر رو زیر دستتون اگه ببینید احساسش میکنید. هیچ چیز خاصی روی جعبه وجود نداره. اجازه بدید خود شیشه هم در بیارم، یه نگاهی به خود شیشه هم بندازیم. همینطور که میبینید روی این بلک لیبل چیزی که کاملا مشخصه این هستش که و فرقی که وجود داره روی شیشه این هستش که این روی رد لیبل آرم جانی واکر این بالا روی شیشه خورده، ولی روی بلک لیبل این پایین روی شیشه خورده و تفاوتی که این دوتا شیشه دارن فقط همین هستش. البته یه تفاوت کلی هم تو خود ظاهر هم میشه پیدا کرد که این بلک لیبل کمی قدش بلندتر هستش از شیشه رد لیبل، اما بیسیک و پایه طراحی جفت شیشه ها به یه شکل هستش. و روی این بلک لیبل هم گفتم به غیر از این بارکدی که پشت این خورده و با جعبه یکی هستش، مثل خود رد لیبل هم یه سری سریال ها روش پیدا میکنید، شماره سریال روش پیدا میکنید که هیچ کدوم نمیدونم چی هستن، اینا هیچ کدوم با هم هماهنگ نیستن. این پشتش هم نگاه کنید مثل خود رد لیبل بازم یه شماره سریال اینجا هستش که میگم نمیدونم این شماره سریال ها چی هستن اصلا و باید با کجا هماهنگ باشن. روی دربش هم اگه نگاه کنید یه سن این بلک لیبل رو روش نوشته. خب اگه اجازه بدید در به این شیشه بلک لیبل هم باز کنیم ببینیم آیا سریالی که روی رد لیبل بود رو روی این هم نوشتن یا نه. دقیقاً بله، اگه اینجا رو نگاه کنید این شماره سریالی که روی شیشه رد لیبل هم بود روی این شیشه هم نوشته شده که میگم هیچ هماهنگی با بقیه شماره های روی این شیشه وجود نداره و اصلا نمیدونم برای چی هستن. خب اجازه بدید بریم سراغ تست مزه و بوی این بلک لیبل که ببینیم این مشروب 12 ساله و این ویسکی 12 ساله چه مزه‌ای میتونه داشته باشه. اگر نگاه کنید رنگ و روش رو اگر با هم دیگه مقایسه کنیم توی تصویر اگه مشخص باشه، این بلک لیبلمون طلایی تره و پررنگ تره، کنتراستش بالاتره. توی نگاه اول تفاوتی که بین بلک و رد هستش دقیقا این میتونه باشه. بریم سراغ بو کردن این بلک لیبل ببینیم بو چه شکل هست. چیزی که احساس میکنی
بوی الکل خیلی لطیفه، خیلی پایین تر نسبت به رد لیبل. بوی دود به صورتت میخوره، دقیقا بوی دود به صورتت میخوره و بوی میوه، خیلی میوه احساس میکنی، کاملا بوی دود و میوه با هم قاطیه و یه ته بوی الکل، یعنی بوی الکلی که توی رد لیبل بود خیلی بیشتر از این هست. بوی بعدی که احساس میشه بوی وانیل هستش. یعنی اینطوری بخوام اگه طبقه بندی کنم، تو مرحله اول بوی دود میخوره صورتت، بعدش بوی میوه، بعد وانیل و در نهایت کمی بوی چوب احساس میکنی. خیلی خوشبوه، یعنی واقعا خیلی خوشبوه این بیسکی و اصلا بوی الکل خیلی پایینه، یعنی لول بوی الکل پایینه پایینه، اصلا احساس نمی‌کنی، واقعا خوشبوه. بذارید مزه‌اش هم تست کنیم ببینیم مزه‌اش چه شکلیه. سلامتی همتون. واو، واقعا خوشمزه هستش این و خیلی خوشمزه تر از رد لیبل هستش و تو اون شوک اولی که از بوم الکل احساس میکنی خیلی لطیف هستش و رد لیبل رو وقتی قورت دادم زبونم چرب شد، ولی این اولین چیزی که احساس میکنی روی زبونت این چربیه، دقیقا اون روغنیه که روی زبونت احساس میکنی، به علاوه مزه چوب، کاملا اون مزه چوب بلوط تو این احساس میشه، یعنی انگار به خوردش رفته کامل، یعنی 12 سال سن داره و کاملا اون مزه چوب رو احساس میکنی و برعکس این رد لیبل که کاملا مزه جو رو احساس میکنی، تو این اصلا این مزه رو احساس نمیکنی و تنها مزه‌ای که بهت میاد توی زبونت میگم اون روغنی بودنشه، مزه دود، مزه چوب هستش که کامل احساس میکنی و بوی میوه و وانیل هم توی صورتت میخوره، اما مزه میوه رو خیلی کمتر احساس میکنی یا وانیل رو خیلی کمتر احساس میکنی تو نوت‌های پایانیش. در کل میتونم بهتون بگم که خیلی ویسکی خوبیه و خوشخوراک هم هست، سافت هم هستش، خیلی عالی، یعنی به نظر من قابل قیاس نیست با رد لیبل، خیلی خوبه، یعنی نمره‌ای که به این میدم 100% نمره‌ای که بلک لیبل میگیره بالاتر از این نمره‌ای هستش که این رد لیبل میگیره. در کل اینطوری میتونم بهتون بگم که جفت ویسکی‌ها خوب هستن، اما ترجیح من بلک لیبل هستش، خیلی عالیه. درباره قیمت این دو مدل ویسکی اینطوری میتونم بهتون بگم که همون طور که این بلک لیبل کیفیتش بالاتر بود، مسلما قیمتش هم گرونتره. توی سایت‌های مختلف این رد لیبل رو 15 یورو هم من پیدا کردم، در صورتی که این بلک لیبل رو کمتر از 27 یورو پیدا نکردم. در صورتی که گفتم بهتون توی کشوری که من زندگی میکنم مالیات روی مشروب خیلی زیاده و این رد لیبل رو در صورتی که توی سایت ها بهتون گفتم با 15 یورو هم میشه خریداری کرد، من اینجا 26 یورو خریدم و این بلک لیبل رو اینجا من 36 یورو خریدم. همونطور که میبینید کاملا نسبت به کیفیتی که این دوتا ویسکی دارن قیمت‌هاشون هم متفاوت هست و به حق که این بلک لیبل میارزه قیمتی که داره، البته نه قیمتی که اینجا تو این کشور داره، قیمتی که روی سایت داره واقعا میارزه به نظر من و حقش هستش که این قیمت رو داشته باشه. خب رسیدیم به پایان این قسمت از نقد و بررسی مشروب هامون. امیدوارم که تونسته باشم براتون مفید واقع شده باشم. بتونید توی خونه حتما این مشروب ها رو تهیه کنید، بزنید به بدن، لذتشو ببرید و نوش جان کنید. در پایان هم ازتون درخواست میکنم که حتما کانال ما رو سابسکرایب کنید و به فرآیند بپیوندید. تا یه ویدیو کلیپ دیگه، فعلا روز روزگار خوش.